در رابطه با برخوردی که با فعالین صنفی در این مدت حاکمیت داشته، من به شخصه میتونم بگم که رویه سرکوب بوده. با توجه به احکامی که به دوستان ما مثل آقای اسماعیل عبدی، رسول بوداغی، جعفر ابراهیمی، آقای محمود ملاکی، آقای مهدی فتحی و خیلی از دوستان دیگه که حکم زندان گرفتن و یا در انتظار حکم هستند، کلن رویه نیروهای امنیتی و حاکمیت رویه سرکوب هست و جدیداً حراست ادارات و هیئت تخلفات ادارات و وزارتخونه تبدیل شدن به بازوی سرکوب نیروهای امنیتی و با حکم‌های تبعید، انفصال و حذف رتبه بندی که به فعالین صنفی میدن، واقعا ظلم مضاعفی در حق فعالین صنفی دارن انجام میدن که با وجود همه این سرکوب‌های شدید و بگیر و ببندها، ما اگر قرار بود که خاموش بشیم به قول یا سکوت پیشه کنیم و دیگه فعالیت نکنیم، احکام سنگینی که به دوستان ما قبلا داده بودند و در زندان هستند میتونست که باعث بشه ما دیگه فعالیت نکنیم. اما ما همچنان بر قانونی بودن فعالیت‌های خودمون، بر قانونی بودن قانون‌های صنفی و شورای هماهنگی اصرار داریم و از هیچ کوششی برای ارتقاء وضعیت معیشت و منزلت معلمان و دانش آموزانمون کوتاهی نمی‌کنیم.